سلام خوش اومدید به کلاس درس میخوایم ما هم اثبات بکنیم به شکل دقیق یکی از خواست حد رو و همونطوری که بارها با گفتم این اثبات ها کمی فراتر از حد دبیرستان هست اما مطمئنم که شما از دیدن یک چنین اثباتی لذت میبرید چون ریاضیات رو دوست داریم فرض این هست که حد x به سمت a f مساوی با l و حد x به سمت a J x مساوی با m و میخوایم اثبات بکنیم که حد x به سمت a f x به علاوه x مساوی میشه با l به علاوه ایه, m یعنی من میتونم هر کدوم از حدها رو جداگانه حساب بکنم و با هم جمع بکنم خب من در حقیقت چی رو میخوام اثبات بکنم من میخوام اثبات بکنم که به ازای هر اپسیلونی که من به شما بدم یا شما به من بدید من میتونم یک دلتایی پیدا بکنم بزرگتر از صفر اپسیلون هم بزرگتر از صفر هست به نحوی که فاصله اف ایکس به علاوه جه ایکس از ال به علاوه ام کمتر بشه از اپسیلون اگر ایکس منهای ای کوچکتر بشه از دلتا بنابراین من میتونم به ازای هر اپسیلونی شما به من بدید و بخواید که فاصله اف ایکس به علاوه جه ایکس از ال و علاوه ام کمتر از اون عدد خیلی کوچولو باشه یک دلتایی به شما بدم که اگر x رو شما به اندازه کافی به a نزدیک بکنید که x منهای a کوچیکتر باشه از دلتا در این صورت این اتفاق بیفته خب حالا ببینید بقیه اثبات چقدر جالب پیش میره شما به من یک اپسیلون دادید و به دنبال یک دلتا هستید که این اتفاق بیفته من به شما میگم باشه شما این اپسیلون رو به من دادی من حالا میام این اپسیلون رو تقسیم بر دو میکنم و طبق فرض این رو میدم به شما یعنی میگم شما باید به ازای هر اپسیلون دومی بزرگتر از صفر بتونی یک دلتایی به من بدی من اسمش رو میذارم دلتای F که با این دلتا قاطی نشه بزرگتر از صفر به نحوی که فاصله fx از l کمتر باشه از اپسیلون دوم اگر یا if x منهای a کوچیکتر باشه از دلتای f درسته طبق فرض این حد درست هست و بنابراین باید این اتفاق بیفته این فرض مسئله است بنابراین شما هر اپسیلونی به من بدی من میگم باشه پس اپسیلون دوم رو فعلا خودت بگیر و این دلتای اف رو به من بده شما میگی باشه چون این حد درست هست من حتما میتونم یک همچین دلتا افی پیدا بکنم و من میام همین کار رو با جه هم برای شما میکنم میام چون این حد درست هست و لیمیت x به سمت x ای میشه f من میام اپسیلون دوم رو میدم به تو و از تو میخوام که یک دلتای جی به من بدی بزرگتر از صفر که این اتفاق بیفته یعنی ج خیلی به ام نزدیک بشه فاصلش با ام از اپسیلون دوم کمتر بشه اگر فاصله x با a از دلتای ج کمتر بشه و باز هم چون این فرض مسئله هست شما میتونی به ازای هر اپسیلونی یا هر اپسیلون دومی فقط یک اسم هست که شما میتونید اسم اپسیلون دوم رو مثلا بذارید سیگما در این صورت به ازای هر سیگمایی شما میتونی به من یک دلتا جی بدی که این اتفاق بیفته پس من میام اپسیلون دوم رو به شما میدم در این دو حالت و یک دلتا اف و یک دلتا جی از شما تحویل میگیرم طبق فرض مسئله بنابراین من میدونم که اگر یا ایف ایکس منهای ای من کوچیکتر باشه از دلتای اف و همچنین ایکس منهای ای من کوچیکتر باشه از دلتای j این اتفاق ها داره میفته یعنی این دو اتفاق میفته من از این نتیجه میگیرم که اف ایکس به علاوه ال ببخشید منهای ال به علاوه j ایکس منهای ام پس این منفی هست من خط میزنم دوباره مینویسم که قاطی نشه منهای قدر مطلق جی ایکس منهای ام کوچکتر هست از اپسیلون من فقط دو سمت این دو نامساوی رو با هم جمع زدم هیچ کار خاصی نکردم این این سمت رو با این سمت جمع زدم این سمت رو با این سمت و جهت نامساوی حفظ میشه بنابراین این اتفاق خواهد افتاد اما اینجا یک خاصیت خیلی مهم ریاضی به داده ما میرسه خاصیتی به نام نامساوی مثلثی که من مطمئنم خیلی از شماها اون رو بلدید و اگر بلد نیستید هم الان دیگه باید اون رو یاد بگیرید و این نامساوی مثلثی به ما میگه که قدر مطلق x به علاوه قدر مطلق y بزرگتر و م... یا مساوی هست از قدر مطلق x به علاوه y این نامساوی نامساوی مثلثی هست بنابراین من میدونم که این عبارت یعنی قدر مطلق این به علاوه قدر مطلق این بزرگتر یا مساوی هست با قدر مطلق Fx منهای L ایکس منهای ال به علاوه جی ایکس منهای ام طبق نامساوی مسلسی اینو شما میتونید اثباتش رو به راحتی در اینترنت یا در کتاب ها پیدا بکنید بنابراین من نتیجه میگیرم از این دو عبارت که خود این عبارتی که من اینجا طبق نامساوی مثلثی نشون دادم از این عبارت کوچیک‌تره هم از اپسیلون کوچیک‌تره چون این عبارت از اپسیلون کوچیک‌تره این هم از این عبارت کوچیک‌تره بنابراین این عبارت از اپسیلون کوچیک‌تره بنابراین اف ایکس به من فقط این عبارت رو دوباره به این شکل می نویسم اف ایکس به علاوه جی ایکس منهای ال به علاوه قدر مطلقش کوچیک‌تر هست از اپسیلون این چیزی هست که من دقیقا از این نامساوی مثلثی و این عبارت به دست میارم خب من ادعا میکنم که کار تقریبا تمومه من به شما ادعا میکنم که اگر شما دلتا رو قرار بدید با مینیمم دلتا اف و دلتا جی این دلتایی که شما اینجا به دنبالش بودید رو مینیموم اینها قرار بدید کار تموم هست ببینید چه مراحلی رو طی کردیم شما به من یک اپسیلون دادی و از من دنبال از من یک دلتا رو خواستی من به شما میگم که دلتا برابر با مینیموم دلتا اف و دلتا جی هست چرا چون من اومدم و این اپسیلون رو تقسیم بر دو کردم و دادم به شما اینجا و از شما یک دلتا اف گرفتم و دوباره تقسیم بر دو کردم دادم به شما اینجا روی تابعه و از شما یک دلتا گرفتم و نشون دادم که اگر یک منهای آ هم از دلتا اف و هم از دلتا کوچیکتر باشه به عبارتی اگر از مینیمم این دو کوچیکتر باشه در این صورت این اتفاق خواهد افتاد و از هر دوی اینها کوچیکتر خواهد بود در این صورت این شرطی که شما به دنبالش هستین برقرار خواهد بود بنابراین به ازای هر اپسیلونی که شما به من بدهید من میتونم دلتا اف و دلتا جی رو اینجوری به شما بدم و بنابراین من اثبات کردم که این حد برابر با ال به علاوه ام میشه چون این خاصیت برقرار هست و تکرار میکنم به ازای هر اپسیلونی که شما به من بدید اگر دلتا رو برابر با مینیموم دلتا اف و دلتا ج قرار بدین که دلتا اف و دلتا ج از این روش از فرض مسئله به دست می این شرط برقرار خواهد بود دیدید که اثباتش خیلی ساده نبود البته خیلی هم سخت نبود اما به بقیه اون خواص رو هم میشه به همین ترتیب اثبات کرد که من دیگه سراغ اثباتشون نمیرم خودتون میتونید در اینترنت یا کتاب پیدا بکنید فعلا خداحافظ